سلام، به نام خداوند یکتا. خوش آمدید دوستان عزیز. یارانه است، من تایم کاکر هستم، مهمان خیلی عزیز و دوست داشتنی را امروز با خود داریم، آلیا انصاری. با نام و چهرهش آشنا هستیم دوستان. ایده برتان از صمیم قلب تبریک میگم، خوش آمدید. سپاس. من همچنان ایده از صمیم قلب تمام افغانای عزیز خود تبریک میگم، هر کجای دنیا که هستین موفق و سربلند و خوشحال باشین عزیزان. آلیا جان، ماه مبارک رمضان بخیر گذشت؟ بخیر گذشت، بله. خدا را شکر. امیدوارم طاعات عبادتان خداوند قبول بگردانه. آمین. از همگی ما شما را بخیر که پس برگردیم به وطن و یک آرامش خداوند در سرزمین ما بیاره که ما بتونیم همچو برنامه را در وطن خود بخیر تجلیل بکنیم، از هید همچو برنامه ها داشته باشیم. سپاس از شما که مرا در برنامه زیبایتان یارانه دعوت کردین. خوشحال هستم که در کنار شما هستم. سلامت باشین. بسیار تشکر. میخوایم آغاز از کنسرت ها کنیم. بله. پیش از ماه مبارک رمضان شما در کانادا و امریکا مصرف کنسرت ها بودین. در مورد کم کم که برمان بگوین، باز قصه ها را شروع میکنیم. خب البته همگی در جریان هست که در شهر یوستن و سان انتونیو ایالت تکساس دو کنسرت داشتیم که به بسیار خوبی و خوشی گذشت. هموطنان ما اشتراک کرده بودند، مخصوصا اوی هموطنان ما که تازه آمده بودند به امریکا، و همون خوشحالی را که ما به چهرهشان می دیدم واقعا قدر لذت می بردم. و دو کنسرت بسیار موفق در کانادا داشتیم، در تورنتو و اتاوا با زمیر جان زریاب و دو کمدین معروف و محبوب کشور ما، زمیر جان آرا و سیار جان متین، که واقعا خوش گذشت و خاطرهای بسیار خوب و خوش با خود دارم از همه این سفرها. البته باید بگویم که کنسرت ها به خاطر سال نو بود دیگه. دقیق. دارید چی پلان ها دارین؟ کنسرت یا برنامه ها دارین؟ البته منتظر باشن، یک مژده هست برشون که تا به حال 100% نمیفهمیم دقیقا که به کدام شهر، ولی حتما امرشون شریک میسازیم. کنسرت تورنتو که بود، ملی سمنک بود که ما همیش اشتراک کردیم و همیش همتنهای ما خانمهای نازنین و مقبول اشتراک کردن، و با بودن اونا برنامه رنگین و رنگین تر شده. و کنسرت اتاوا به مناسبت نوروز بود، و همچنین انشاءالله بخیر که همه برنامه ها ادامه بیفته و دیگه هنرمندان ما بخیر کنسرت های بزرگ داشته باشن، ما خودم اشتراک بکنم در کنسرت هایشان. بس امید. دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه شروع شه، ما آلیا جان گفتم که افغانستان سقوط کرد، ماشاءالله شما دگام پیشرفت کردین. شما طالبان افغانستان سقوط دادن، شما هنرمندان است. خواهش میکنم. در یه آخر ماشاءالله بسیار کارهایتان خوب جریان داره، بسیار زیاد طرفدار پیدا کردین، مردم بسیار زیاد دوستان داره. و چی کارا باید کدام پیشتر شما گفتین که بله، کدام سرپرایز هم دارین یا کنسرت منظورتان است؟ دقیقا کنسرت هم و آهنگ هم همتنهای ما منتظرش باشن. قسمی که شما گفتین، بعد از سقوط دولت که طالبا برگشتن و کارهای ما زیادتر شد، دلیلش همی بود که من نمیتونستم که امی کار خود چه قسم اظهار کنم. من گفتم کمی کارهای هنری خود هرچی بیشتر و زیادتر داشته باشم، کمی طالبا دلتون بترقه. و امی باعث شد و من خوشحال هستم که هموطنان ما واقعا حمایت میکنن از کار ما و مرا تشویق میکنن، و این انگیزه بر من میده که من کارهای جدید زیادتر به شما عزیزا داشته باشم. و منتظر آهنگی بسیار همتون مقبول ریمیکس باشین از هوای استودیو بخیر که در ایت ریلیز میشه. توفی ایدی ما از طرف ما و تیمم فراد جان و دوست عزیزم فراد جان نازنین که میکاپ آرتیست فوق العاده هستند ماشاءالله، و یک دوست بسیار خوب هستند که همراهی داشتن مرا در این سفرهای اخیر. سپاسگزاری میکنم از ایشان. امروز که شما مرا تو یک کمک مقبول میبینین، همیشه هم تو خیرات سر فروجان است. از خیرات یگان دفعه طرف ما روان کنیم. دوست داریم، منتظر آهنگ جدیدتان هستیم مالیا جان، انشاءالله که بخیر بیاید. اما آهنگایتان خیلی قشنگ هست و ما همیشه شنونده هستیم.
سپاس. کم کمک در موردش معلومات هم میتین، آهنگ، کمپوز، شعر و یک کمک بله زمزمه، چون دوستا بفهمند که آب و هوای چی را داره. خب، البته آهنگ خو مجره هست، یک سپرایز هست برشون و میتونم گفته که آهنگ بازخوانی هست. البته کدام آهنگ اوریجینال و یا شیر نو نیست، ولی ما مطمئن هستم که امتنای ما خوششان میاد، چون آهنگ کمک شاد هست به هید و مناسبت هید است. بس بسیار انشالله بخیر، منتظر باشن. و ما از تک تک شما سپاسگزار هستم عزیزان، واقعا از ته دل، از پیام های پر از محبت شما، از حمایت شما، از تشویق شما. شما هستین که ما ها هستیم، پس یک دنیا ممنون. دوستای عزیز، شما قسمی که میفهمین، آلیا جان بسیار یک چهره معصومانه و یک دختر عمت عاجز، مگه هم یک قسم نیست. ما کدیم خیلی شوخ و گپ دیگه به ما جالبی است که وقت امروشن صحبت میکنین یک قسم دیگه هستن، وقت آهنگ میخورن شانه آدم فرش میره. یک زمزمه کنین چطور است که ما یک صدایتان رو چک کنیم؟ من اولین دفعه است که باید بگویم. البته فکر کنم بار دوم است که ما واقعا امی گرم و سرد شدیم از این مملکت به اون مملکت. کمک گلونم درد میکنه، خب بازم خیر یک زمزمه میکنم. خوب است، چی زمزمه کنم برای شما؟ هر آهنگ را که دوست دارین، پشتو یا دری، قسمی که خودت راحت احساس میکنی. ما خواهم آهنگایتان دوست داریم، دوستان میشنون آهنگایتان. شما چون گفتین که یک آهنگ ویژه دارین، به خاطر این تو رو نمیخواین دیگه که سرپرایز میگذارین، سرپرایز باشه برشان. هر آهنگ را که دوست دارین، خب هوایتان که هست، اگر بتانم نباشه که ما را نه، البته یک آهنگ که آرام از استاد ناشناس هست، اگر به این گلون که فعلا درد میکنم بتانم بخونم، خب کوشش خودم میکنم. مزه زهری در تاکو مزما لخوان، مزه مزه قسم دگرانم رما بی لطان، مزه مزه زماد سوی زرد سوزی دو پخاتر، مزه دمین دا خوجو خوجو در دو پخاتر، چه هر نظریه د مستی مستی نشه ورکوی، چه هر نظریه د مستی مستی نشه ورکوی، دخ کلوستر گود دی مستو میکدو پخاتی، بس با هم تا میداز ماد جون روشان، مزه مزه کزینو زوب دوارا بلا ما نمزه، مزه زاری در تاکم زما لخوان، مزه دیر مننه، دیر خیسته. واو، کف جانانه. البته ببخشین اگر کم بودی بود. هیچ کم بودی نداشت، زیادگی هم داشت. تشکر. نسو عزیز، باشین که از آلیا جان بپرسیم، قدر قشنگی آهنگ زمزمه کردن با یک ترنم خیلی عالی. میخوام بپرسم که آلیا جان، میشه در این مورد ما نشنیدیم که کجا آموزش موسیقی را آموزش دیدین، کجا یاد گرفتین، با کی همو اصطلاح هم گرمانده؟ خب ای کاش که ما در وطن می بودیم که همچون یک کار میتونستیم بکنیم که یک استاد داشته باشیم و گربانیم، ما شنیدیم این قصه ها را. خب موسیقی را ما نیاموختیم پیش کسی، ولی چون از یک فامیل هنر پرور و هنر دوست هستم و همیشه در خانه ما موسیقی بوده و همیشه گوشای ما امرای موسیقی آشنا بوده، پدر کلانم خداوند مغفرتشان کنه، عبدالرحیم ناله که فلوت نواز موفق بودند در رادیو تلویزیون کار میکردند با هنرمندان مطری کشور، و همچو برادرم تمیم جان ناله، واسی جان ناله، برادرم جمیل جان یونسی که کیبورد نواز بسیار موفق هستند، خانم برادرم بلقیس جان دیگه، ماشاءالله در فامیل ما هنرمند بلقیس جان یونسی. بلقیس یونس، اون کسی که در سر افغان داور بودن. نه خیر، نه بلقیس جان یونسی، کسی به نام بلقیس یونسی یک داور هم بودن در سر افغان. نه شاید کسی اونا میخوانن؟ بله.
خواه. سو ماشاءالله در فامیل ما هنرمند اقدر زیاد است که بر ما حاجت نشده که ما جای برم بیاموزم، ولی آله که روز به روز ماشاءالله کارایم زیادتر میشه، من متوجه میشم که لذت خاص داره اگر موسیقی را از آدم آدابش بیاموزه. بیاموزم و بفهمم و یک آله موسیقی را بتانم بنوازم. انشاءالله بخیر. آله موسیقی میتونین بنوازی؟ نه، کدام آله را؟ اگر بتانم ارمونیا را میخواهم که یاد خو بگیرم. ارمونیا. باز شیرینی موسیقی بیشتر میشه وقتی که آدم دقیقاً یکی از آله ها را بفهمه، دقیقاً خصوصا نواختنش خیلی خوب میشه. سو ایده لستم هست انشاءالله بخیر که انجامش بتونم. چقدر خوب است دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. یارانه است عالیه انصاری مهمان برنامه. شکر. اختر مبارک شگران دوستان و یارانه دزده تا یوم ککر دل کلی علی جان سر ساس بچو پر کیو علی جان دی وسوی را ته چی دغه موسیقی ته څنګه راغلی لی دی خبر را تو کړه. خب قسمی که بر شما گفتم که چون از یک فامیل هنر پرور و هنر دوست هستم، هنرمند زیاد از در فامیل ما، همیشه شوقش داشتم که ما هم یک روز آوازخوان شوم و همیشه پیش آینه تمثیل میکردم، مایک میگرفتم و دمی محافل خوشی هایی که ما در خانه خود میداشتیم فامیلی، همیشه گریه میکردم که همی مایک بر ما بتین که من یک خواندن کنم. این همی شوق علاقه ما بود که همیشه به دل می ارمان بود که یک روز بتانم که من یک آهنگ از خود داشته باشم. و اولین آهنگ ما مینه که من بسیار دل نادل بودم، آیا خدا مردم آواز مرا خوش میکنه، آیا این سبک موسیقی که من خوش دارم اونا خوششان میایه. و خوشبختانه محبت شما عزیزان بود که من واقعا بازم سپاسگزارتان هستم که مردم تشویق کردن، آهنگ خوش کردن و امروز اینا کنار شما نشستم. چقدر خوشبخت هستیم که شما را دوست عزیز قسمی که شما میفهمین. آلیا جان یک بانوی قشنگ و زیبارو و همون قسم یک اخلاق خیلی عزیز و دوست داشتنی دارن. یک چیز باید فراموش نکنیم که یک آدم خیلی شیک هستن، همین سایرشان ماشاءالله همیشه که ما دیدیم با یک لباس خیلی قشنگ، اگر لباس های افغانی بوده و یا لباس های غربی، بسیار استایل های همون خاص و ظریفانه داشته. کسی کمک فرمی کنه در این بخش؟ میربان هستین. خوب البته لباس های افغانی را باید از تشکری کنم از تمام بوتیک های کمره ما تا به امروز همکاری داشتن و ما همیشه ترجیح دادیم که لباس های افغانی بپوشم در کنسرت ها و یا ایونت ها و یا آهنگ های خود. مک ستور، نارا لندن، ناز دیزاینز which is my favorite و انشالله looking forward که بخیر امروشان هم کاری بیشتر و بیشتر داشته باشم. من از همشون سپاسگزار هستم و لباس های نرمال روزمره خود دیگه همی بنده یقیر و فقیر خودش خوش میکنن. اگه شما را خوش دار آمد تشکر. خیلی عالی است. تشکر. هنرمنده چون الگو هستن، مردم وقتی میبینن از اونا میاموزن که چی بپوشن چی نپوشن و لباس های شما خیلی قشنگ است. من اکثر اوقات که در ویدیو کلیپ ها دیدیم. چند ویدیو کلیپ دارین آلی جان در مجموع؟ امی لحظه به خدا اگه حسابش رو بفهم نه زیاد نشده، یعنی دقیق نمیفهمم که چقدر، ولی هست دیگه. یکی از دوستای ما پیشتر از آلی جان پرسید اما آهنگ را که دوست نداری کدام آهنگ است؟ من گفتم بسیار یک سوال خوب کردی. خب البته جواب شما، من جواب شما را میگم که امی ار آهنگی که هنرمند جور میکنه سر از او طور 100% باور نمیداشته باشی که امی آهنگ خوبه از مردم میپسنده یا خیر. سر ار آهنگ همه طور یک دلشورگی ما داشتیم که نرمال است، ولی پشیمان از هیچ کدامش نیستم. اما آهنگای ما به قلب ما نزدیک هست و من میفهمم که ما سرش بیشتر زحمت کشیدیم. اما تا هنوز نمیفهمید که چند آهنگ کلیپ کردین و چند آهنگ دارین؟ امی لحظه به خدا اگه فکرم کار بکنه. من یک خاطری جالب براتون بگم. در ترکیه برنامه نوروزی داشتیم، با آقای منگل یک آهنگ دوگانه اجرا کردیم که امید دارم کمیگی شما آهنگ دیده باشین، شیر کرده باشین، لایک کرده باشین، باش که آهنگ خودم پروموت کنم. یک صحنه بود که ما نشسته بودیم، تمام هنرمندای دیگه اجرا داشتن. اینطور بر 2 ثانیه واره می تو احساس کردم که من نمیفهمم که کجا هستم. آقای منگل یک پرسان کردم، گفتم چی میکنی شما اینجا؟ ما کجا هستم؟ گفتم ما کجا هستیم؟ یک دفعه گفت دختر به خدا تکلیف روی داری خودت.
بسیار شوخ است آقای منگل. استاد منگل سلام ما بر شما برسن. دیگه می فعلا هم امی فکر ما یکم اگه تیتو پاشان است، یک دفعه ما پرسان نکنم از خودت که ما کجا هستیم. کدام استاد منگل نام شگرفتین؟ بله مشتمل استاد منگل کدام نرمندار دوست دارین؟ صدایشان ما همه گیشان دوست دارم. اگه ایره بگوین شما که نه شما همطور میگین که یعنی کس خفه نشه، واقعا هر گل بوی خدا داره. تمیم جان ما بعضی وقت تیست است مود است نه، همینطور که شما گفتین پیشتر هر آهنگی که به می فکرم خوش آمد امورا میشنوم. دیگه ما همگی شما را دوست دارم و ما واقعا انسپایر میشم از دیگه هنرمندای خود، کارهای خوبشان که میبینم. البته خود این قسم تشویق میکنم که من باید از یک کار بهتر داشته باشم. البته یک رقابت سالمانه که ما به ذهن خود دارم، احترام بیشمار برشان دارم، محبت دارم در مقابلشان و امید دارم که همین اندستری ما رشد کرده بره و موسیقی ما نموره، درست. زنده باشن. و یک چیز دیگه من باید بگیم دوستا عزیز که آلیا جان انصاری یگانه هنرمندی است که در کشمکش ها ما سر صلاحش نمیشنوام، نمیبینم که بسیار زیاد. منظورم از این است که اینا مثبت هستن، یعنی ما یک صدا و سیما و یا ویدیوشان ندیدیم که منفی در مورد کسی صحبت کرده باشن. دوزاری نگاه نفر جوابایشان نبودین یا نه؟ امرو یکان تا خودم بزنین. نه فکر کنم که ما ترجیح میتونم سکوت بیترین رای حل است و بعضی وقت حسابها نارام می باشه، یک حرف یک دوست ما یک همکار ما میگه، او را وقت بتویم که تا به مو حالت نرمال خود پس برگرده، از کار خود بشینه. فکر کنم که به نفرت ما هیچ جایی نمیرسیم، محبت بهترین چیز است. تمیم جان قسمی که خود ما شاهد هستیم که دمی اواخر مرگای ناگهان است. این دنیا بسیار بسیار کوچک است و همچنان کوتاه هست نه؟ و پس ما باید از تا که میتونیم از خود خوبی بانیم پشت سر که اگر ما مردم یک دفعه شما بگین امی آلیا به خدا خوب دختر بود. نگیم که چقدر از پیش اذیت بودیم. اذیت بودیم. یا ما کوشش نهایی خدا میکنم ولی بازم ما انسان هستیم، فرشته نیستیم. از ما هم اشتباه سر میزنه، خدای نخواسته اگر از ما کسی خفه باشه ناراحت باشه، ما پیش از پیش و این ادوانس گفتی اگان تو از پیششون مذرت میخوایم پیش از اینکه بمری. پیش از اینکه بمرم دیگه همگیش شان نور چشم ما هستن. خدا نمره طولانی نصیبتون بگردن. یک چیز هست میفهمین آلیا جان، کمی هنر موسیقی یا هر هنر یا هر وظیفه یا هر فیلد دیگه که وجود داره در دنیا بدون رقابت نمیشه. یک کسی رقیب میداشته باشه خب حتما شما رقیب دارین، مگر ما که میبینیم رفیقاتون نسبتا زیاد است. دقیقا رقیبا آدم رشد میده. شما کسی هست رقیبتون از بانوها یا از آقا؟ نه به خدا ما تا به حال اینطور احساس نکردیم که کسی رقیب ما هست، برعکس ما همیشه دیدیم که اونا ما را سپورت کردن، حمایت کردن و همی یک احترام متقابل بوده بین ما. ما همیشه کوشش کردیم که خدای نخواسته از پیش ما هیچ کدامشان آزرده نشوه و رقابت گفتی شما بسیار خوب است ولی من سالمانه میبینم ایره قسمه. میبینم که اگر من یک کار هنرمند خوبه ببینم، باز فکر میکنم که ما اگر کوشش کنم کمک بهتر شوه کارم، خدای نخواسته به اینه که من یک خودخواهی به خود داشته باشم و یا رقابت غیر ناسالم داشته باشم. درست دوستو عزیز، ما البته در یه آخر میبینیم که آلیا جان خیلی خوب در حرکت است و بسیار ماشاءالله کنسرت ها و فعالیت های زیاد شده. ما از خداوند برات موفقیت کامیابی میخواییم. انشاءالله که همه روزت مثل امروز عید باشه و زندگیت خوش بگذره. در دنیای موسیقی افغانستان به مثل یک ستاره یا یک مهتاب بدرخ شید. زنده باشید. ما دوست داریم. همگی دوست دارن. خوش آمدی. خوش باشین. یک دنیا ممنون. عید شما مبارک. اختر مبارک شه گران دوستان و تربیت چستاس خدمت حاضریم. تاسو پاک پروردگار سپارم. الله عمر شه.